سلام دوستان عزیز و مهربانم، من چند روزی بعد از روز پدر توی فکر بودم که پدر خودمو به جامعه معرفی کنم. من پسر حاج ابوالقاسم قربانی هم. پدرم حاج ابوالقاسم قربانی از طفولیت بچگیش فعال بوده، و در جوانیش هم اولین زنی که گرفت مادر من بود که صاحب سه دختر سه پسر که آخریش منم و مادر دومم بود که صاحب 5 تا دختره. حاج آقای ما در اون سن و سالش یک آدم فعال بزرگی بود، معدن زغال سنگ و تو خیارو فروردین بنگاه زغالیشو داشت و فعالای دیگه، ملک میخرید ملک میفروش به اضافه ساخت و سازی. پدر من در اون زمان خودش یکی از ثروتمندان اون مملکت بود، کسی که سواد نداشت ولی فعالیت زیادی میکرد و واقعا دو بارم رفت مکه زیارت کرد، حتی مسجد گیتی که الان هست به نام سجاد پدر من ساخت که با گنبد طلایی. من یادم میاد ماه رمضان که میشد مادرم چادر رو به کمر میبست و اون ور حیات که آشپزخونه بود افطارید که میچین، از این ور تا اون ور چه دیسای غذایی چه دم و تشکیلاتی می همه میامدم تا پدرم شروع نمیکرد هیچ که دست نمیزد. بله ما در سفره خانواده بزرگ شدیم، در خانواده ای که 11 فرزند بود. پدر من کسی بود که به تمام فرزندانش اون وظیفه انسانی خودش رو انجام میداد. اونایی که دختر بودن جایزه مفصلی میداد، اونایی که پسر بودن سرمایه میداد. آری اون موقع ماشین اونطوری نبود، ماشین رانندگی هم نمیگه، ولی با دوچرخه افروردی میامد پاسو و با دوچرخه برمیگشت، خودش یه ورزش بود. یا گای پیاده می اومده پیاده برمیگشت، نه همچین مردی بود. از صبح زود تا آخر شب فعالیت میکرد. بله پدر من یادمه که وقتی که سرمایه به اون داد و خب ما فکر کردونیم که قسطی بهش پولشو برگردونیم دیگه، شب جمعه می آمد یه میز مخصوص اون بالا داشت و میشست و یه جوزه کباب میخورد و یه مقدار اشیا رو تماشا میکرد و باز راننده میبردش. پدرم خیلی با وجود بود، خیلی با قدرت، قدش هم من بلندتر، خوش‌هیکل. بله پدر من 96 سال
اون کرد و وقتی رفت از دنیا چشمشو بست و رفت، 78 تا نوه و نتیجه داشت، حالا که بیشتر. بله، ما یکی از خانواده های بزرگ تهران بودیم و فکر نکنم خانواده بزرگتر از خانواده قربانی در اون زمان باشه یا الان. من فکر کنم الان ممکنه پدرم اگه زنده بود 90 تا فرزند و نوه و نتیجه و در اون تشکیلات دیده بود. خیلی خوب، انقلاب شد، هممون پراکنده شدیم و خیلی کم به ندرت همدیگر میبینیم. ولی اون زمان اول ماه به ماه که روزخونی بود، مثل زبیه ها می آمدن روزخونی می کردن، هم خونه پایین هم خونه بالا، قضا می دادیم، فلان می دادیم، همه هم می آمدن. روزگاری بود. پدرم یه مسلمان واقعی بود، مسلمونی بود که همه چی میدونست، یه دموکرات بود. میدونست موزیک چیه، میدونست مشروب چیه، میدونست ادا کردن نماز روزش چیه، همه چیش به جا بود. باور کنید عاشورا تا عاشورا که میشد، دسته که از مسجد گیتی راه میافتاد، از دسته هایی که بازار را می افتاد بزرگتر بود. بله، پدر من یه مسلمان واقعی بود و یه تاجر بزرگ و من بهش افتخار میکنم و برای همینم ما فرزندانش خورده ای از اون یاد گرفتیم که تا این لحظه زندگی مقاومت میکنیم و واسطادیم و سلامتیم. ای کاش پدر بود همه دور هم بودیم. بله، پدری که 11 فرزند داشت، 78 نوه و نتیجه، هر ماه همه دور هم بودن و با همه این حال میکرد. ایشالله روزی بشه که بتونم برم بالا سر قبرش براش گل ببرم و غرق بوسش کنم مقبرش رو، چون پدر بزرگی بود. من یادم مثلا بیشتر تو خونه مادر دوبام رفت آمد داشتم میموندم و اینا. من مثلا با خواهرام، مثلا مینو، از که همه اصلا برمیگشتیم راکن رول و چاچا مامبو برقرار بود. نزدیک اومدن فرنگ خانم میگو دیگه نزدیک با اومدن بابا سا موزیک رو کم کنیم. بابا میدونست که با هم میرقصیم و حالا خودمونو میکنیم، هیچ هم حرف نمیزد. بله، من که اومدم امریکا، مینا خواهرم اومد، اونم فرستاد. مردی روشن بود، میدونست بعد فرزندانش کجا برن تحصیل کنن،
مینا یه دکترای خودش گرفت. خیلی پدری که مسجد میساخت فرزندانش رو فرستاد امریکا که تحصیل کنن. اینقدر روشن بود. والا میرفتم بعضی وقتا حجرش، اون موقع با چرکه میگن چی میگن حساب کتاب میکرد دقیق. اون هم دنیای خودشون داشتن. اون یک مرد ایرانی بود، یک مرد پرشیا. شالا که